اومدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند. نشستن این که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. جان که شود روز جمعه جمع شویم دای ندبه بخوان. منتظران و ندبه خوانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. آیا صبح نزدیک نیست؟ و این صبح امید است که با ندبخانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح قریب. دعای ندبه با داستان انبیای الهی آغاز میشه. هر کدوم از انبیا با یک اشاره از قصه زندگیشون اسمشون مطرح میشه. چهارمین پیامبری که در دعای ندبه بهش اشاره میشه حضرت موسی علیه السلام. توجه به داستان بنی اسرائیل از اونجا برای ما مهم میشه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن سرنوشت امت اسلام و سرنوشت بنی اسرائیل کاملا شبیه به همه. لذا خیلی مهمه برای ما که ببینیم سرگذشت بنی اسرائیل چی بوده. بنی اسرائیل سالها تحت فشار و شکنجه فرعون بودن. داستان این که چطور شد که به درگاه خدا استغاثه کردند و خدا هم منجی اونها رو، یعنی حضرت موسی علیه السلام رو، به فریادشون رسوند خیلی جالبه. در بین بنی اسرائیل عالمی بود که اونها رو به ظهور منجی دلگرم میکرد. میگفت صبور باشید، موسی خواهد آمد، تاج و تخت این فرعون رو واژگون خواهد کرد. وقتی موسی به دنیا اومد، بنی اسرائیل از طریق عالمشون خبردار شدن که منجی به دنیا اومده. اما خب چون موسی تو کاخ فرعون بزرگ میشد، کسی پیداش نمی کرد و در واقع موسی از قوم بنی اسرائیل غایب بود و بنی اسرائیل به نوعی در دوران غیبت به سر می بردن. بنی اسرائیل خبر ولادتش را از عالمشان شنیدند. از آن پس برق امید و انتظار در چشم تک تکشان پیدا بود. فرعون قضیه را فهمید، عذاب و سخت گیری مضاعف شد. میخواست عالمشان را هم دستگیر کند، او ولی فرار کرد و مخفی شد. سالها باز هم آمدند و رفتند و بلای عظیم هر روز سخت‌تر از روز قبل. 28 سال از تولد منجی میگذشت. به هر طریقی بود متوسل شدند به همان عالم. قرار شد شبی همه در بیابان جمع شوند. غرض شنیدن اوصاف منجی بود از زبان عالم، شنیدنی به نیت تسکین، تسکین زخم سالهای اسارت و عذاب. مهتاب شبی بود. عالم داشت از اوصاف موسی می گفت، از نزدیک بودن زمان ظهور. همان وقت موسی هم به جمعشان پیوست. تفریح را بهانه کرده بود تا از کاخ فرعون بیرون بزند. عالم با دیدن موسی او را شناخت، به احترامش بلند شد، به سمتش شتافت. افتاده بود به پای حضرت منجی، میان خنده و گریه می گفت خدا را شکر نمردم و شما را زیارت کردم. بنی اسرائیل سر به سجده شکر گذاشته بودند. موسی برایشان تعجیل در فرج را آرزو کرد
و دوباره مخفی شد. آن شب، شب پایان غیبت اول موسی بود، شب آغاز غیبت دومش. سالها از شروع غیبت دوم گذشت. دشواری و عذاب تمامی نداشت. باز هم متوسل شدند به همان عالم، باز هم بیابان شد محل قرارشان. به توصیه عالمشان قرار شد برای تعجیل در فرج توبه کنند و چله ناله و ندبه بگیرند. 39 روز گریه کردند. شب 40 عالم برایشان مژده آورد: فرج تا 40 دیگر می رسد. بنی اسرائیل به خاطر کم شدن دوران رنج شکرگزاری کردند. عالم خبر آورد خدا 10 دیگر هم از طول غیبت کاسته است. شاکرانه گفتند: هر نعمتی که به ما می رسد از سمت مهربانی خداست. مژده آمد که 10 دیگر هم کم شد. گفتند: جز خدای منان کسی توان خیر رساندن ندارد. باز هم 10 دیگر از زمان غیبت منجیشان کاسته شد. این بار صدای گریه و زاری بود که به گوش می رسید. گفتند: جز خدا کسی نمی تواند سختی ها را بردارد. وحی آمد که قصه کافی است، همین حالا برایتان اجازه فرج دادم. لحظه بعد موسی از دور نمایان شد. عالم به سویش شتافت و دست های منجی را بوسید. غیبت دوم موسی به آخر رسیده بود. 40 40 صباها، 40 زجه زدن و گریه کردن. بعد از این 40 خطاب رسید: موسی، هارون، برید بنی اسرائیل و از چنگال فرعون و فرعونیا نجات بدید. من این چند سال باقی مونده از 400 بهشون بخشیدم. امام معصوم میفرماید: اگر کاری که بنی اسرائیل کردن و شیعیان ما بکنن، 40 زجه بزنن و ناله بزنن، خدا فرج ما رو میرسونه. یعنی همون جور که اونا از خدا خواستن، به اون کیفیت، به اون شیوه انقلاب کردن، در واقع از همه چی گذشتن و رفتن، از خدا خواستن، شما هم اگه این کارو بکنید خواهد شد. همه باید حرکت بکنن، همه باید بخوان، عموم شیعه باید بخواد، و بعدم روی اساس و منطق حسابی باشه. اصل اون ناله و گریه و استغاثه است، از خدا خواستنه، با اخلاص خواستنه. خب اگر نمیشد که نمیفرمودن که اگر بخواهیم ما میشه، ولی این همه سفارش نمیشد، این همه تاکید نمیشد که دعا کنید. امام عصر سلام الله علیه که فرموده و اکثر دعا به تعجیل الفرج، پس معلوم میشه دعا مؤثره. خدا خدا این مؤلف و جمل السلام و رضا، که این دلای ما به قدوم امام زمانمون خوشنود میشه. یا الله این معلف و جمل السلام و رضا، این طالب و به زول الانبیا و ابناء الانبیا. هیچ میدانی معجزه ابراهیم، دم احیاگر عیسی و ید بیضای موسی همه در نزد امامان بعد از پیامبر خاتم است.